دو نوع ادجاستمنت داریم، دو نوع تنظیم داریم. یک تنظیم خود پورتر پارسیل از اون که تو که دنجر بیسش، کلاس بیس، رستش، همه رو بیام تنظیم بکنیم. یکی هم تنظیم میشه انتباه دادن بیمار، یعنی تنظیم بیولوژیک در روانی به مریض، که به حال این پروسه پارسیل و بعد با اون کنار بیاد. این تنظیم یک تنظیم خود پورتزه، تنظیم ذهن اون فردی که داره میخواد پورتر پارسیل بیاد استفاده بکنه. حالا این مهمه، این خیلی مهمه. ما تنظیم در مرحله تحویل پورتر پارسیل، در مرحله تحویل ما سه تا تنظیم باید بکنیم. توالش مهمه، یه حدود دوستش مهمه. مرحله اول میام ناحیه زیر بیس دنچر، ناحیه دنچر بیس رو تنظیم میکنیم. مرحله دوم میام اکلوژن رست و اجزای فلزی رو تنظیم میکنیم. مرحله آخر اکلوژن تنظیم میشه. موارد تجویز سوینا که قبلا سوالم بوده، یک، در وقتی دندانهای کلیدی نیست، دو، وقتی تیلت لیبیالی دارم، وقتی آندکاتای شدید نسی دارم به سمت لیبیال، چون بار لیبیال این بازو بسته میشه میتونم بیام از اون استفاده بکنم. این میشه موارد تجویز در حقیقت سوین لاک. موارد عدم تجویزش که یک، من وقتی اینقدر میام اجزا اضافه میکنم، مهمترین مورد کنترل اندیکاسیون استفاده از سوینلاک عدم بهداشت ضعیف دهانه، چون من کل دندونها رو هم از لینگال هم از بوکال میام تحت پوشش قرار میدم. مریضی بهداشتش پایین باشه، وقتی اینقدر شما پوشش فلز دارید همه جاش قداجا میشه، ظرف 6 ماه 3 تا 6 ماه کل دندونها پوسیده میشه. پس شما فقط واسه وقتی میدونید واسه کسی سوینلاک استفاده کنید که اورال هایجینش عالی باشه، بهداشت دهان عالی باشه، که این همه جزء فلزی اومده به دهان اضافه شده دقیقاً دچار مشکل نشه. پس در مورد بهداشت، پس مهمترین کنترل اندیکاسیون سوینلاک میشود بهداشت ضعیف دهان. مورد بعدی، اگر عمق وستیبول باکال یا لیبیال من کم باشه و اگر اتصال فرنوم لیبیال من زیاد باشه، نمیتوانم از سوینلاک استفاده کنم. چرا؟ چون اونجا بار لیبیالی قرار نمیگیره. خب میریم سراغ فصل 17. فصل 17 در مورد روابط اوکلوزال در پورتز پارسیل صحبت میکنه. سوال دارم که از این فصل میاد طبعا سوال تیپیکیه. ببینید توی پورتز پارسیل، توی همیشه شما ما اوکلوژن پورتز پارسیل رو با در اوکلوژن قبلی خود بیمار هماهنگ کنیم. مریض مثلا اگر قرار است توی یه فکر به بیمار پارسیل بدیم، اوکلوژنی که به مریض خواهیم داد این همون چیزیست که در داخل مریض الان وجود داره، تغییرش نمیدیم. به استثنای چی؟ به استثنای وقتی که مریض فکر مقابلش پورتز کامل باشه، یعنی یه فکرش کلا بی‌دندونه، فکر مقابلش پورتز کامله، یعنی کل اوکلوژنش دست ماست، یا بیماری که فقط شیش دندون قدامشون باقی مونده، برایش کنه اکلوژن خفی توی اونها وجود ندارن، اونجا اکلوژن کاملا دست ماست. هدف ما در خود پورتز پارسیل این که اولا تماس های ما در توی حالت سنتریک اکلوژن ما تماس های دو طرفی همزمان داشته باشیم. توی اکلوژن هایی که دقیقا تو ساپورت هم توی پورتز پارسیلی که تو ساپورت هستن مثل کلاستری، اکلوژن مشابه اکلوژن دندون های طبیعی میاد تنظیم میشه. به خاطر چی؟ یعنی ثبات خود پورتز های پارسیل تو ساپورت تحت تأثیر خود ریج نیست. این کاری که ما این اجاستی که ما در دندون های طبیعی انجام میدیم در پورتز های پارسیل تو ساپورت هم این هم با اونها برخورد میکنیم. اسپرو نباید با زاویه، اسپرو همیشه باید با زاویه به اون دقیقت مدل مومی ما متصل بشه. هیچ موقع نباید با زاویه شارپ 90 درجه متصل بشه. اگر با زاویه 90 درجه خیلی به صورت شارپ بیاد دقیقت متصل بشه به الگوی مومی، باعث اختشاش در جریان فلز و انترپمنت هوا. پس بر اساس کتاب مکرکین، اتصال 90 درجه اسپرو به مدل مومی باعث انترپمنت هوا و ایجاد اختشاش در جریان فلز، ایجاد اختشاش در جریان فلز میشه. ما یه سری اینوستمنت ها داریم که گفتم که وقتی شما میاد در حد وکساب میکنید اصلا سیلند گذاری میکنید. برای پروسی سیلند گذاری از اینوستمنت استفاده میشه که خدمت شما شود که حالا انواع مختلف اینوستمنت ها داریم. بعضی از اینوستمنت های ما حاوی گچ های حاوی سیلیکا هستن که برای آلیاژ های با نقطه ذوب پایین استفاده میشه، ولی اکثر اینوستمنت ها از گچ های با پودر کوارتز استفاده میشه برای موارد با نقطه ذوب بالا.